داخل کشورم در واقع سرکوب شدید وجود داره. طبعاً فعالیت سیاسی به خاطر اینکه یک تغییر اساسی رادیکال در کشور ما باش روبرو بشیم بسیار سخت میشه در داخل کشور، ولی با این حال من تمام امیدم به تمام نیروهای داخل کشور است، جوانان، زنان، کارگران، دانشجویان، کارمندان، همه کسانی که در داخل کشور هستند که بتونن یک شرایطی رو ایجاد بکنن از این شرایطی که در سال 56 هم به وجود اومد. حالا نمیخوام بگم که این شرایط وجود داره، ولی میخوام بگم که در یک شرایط خاصی امکان بروز در واقع جهش های کیفی وجود داره، میشه از اون شرایط استفاده کرد و یک جبهه، یک آلترناتیوی رو در داخل کشور به وجود اومد که اون بلایی که در سال 57 در سر ما اومد دوباره تکرار نشه، دوباره مردم یک دور تسلسل رو تکرار نکنن، از اصلاح طلبان به اقتدارگران، از اقتدارگران به اصلاح طلبان، و همینجوری نظام جمهوری اسلامی با تمام ماهیت ضد بشری که داره حاکم باشه و همچنان ما همین دور تسلسل رو داشته باشیم، 30 سال بعد برگردیم دوباره درباره همین قضیه حرف بزنیم. من تمام امیدم به اون نیروهایی است که در داخل کشور و از همون شرایطی که بتونن استفاده بکنن هست. این بلی. چیزی هست که به هر حال وجود داره، مردم باید تکلیف خودشون روشن بکنن. بلی. جمهوری اسلامی آری یا نه؟ اگر آری که خب به هر حال همین اصلاح طلبان خوبن برای اونو. اگر نه، به هر حال باید به فکر این باشن که تئوری و سیاست خاصی را پی بگیرن برای این قضیه. کمتر از 7 دقیقه پایان برنامه مونده. آقای حبیبی نیا، شما یه موضوعی رو مطرح کردید که برای من سوال برانگیزه. شما آیا معتقد هستید که رهبری این جنبش باید از موسوی و کروبی عبور کنه؟ ببینید عبور کرده، یعنی ما اصلا اصولا درباره موسوی و کروبی نمیخوایم صحبت بکنیم. وقتی که شما ببینید بیانیه‌های اونها رو میخونید، وقتی که راهکارهای اونها رو در این نگاه میکنید، میبینید که اونها بسیار عقب‌تر از مردم هستن. بسیار. یعنی مردم جای دیگه‌ای هستن و اونها در جای دیگه‌ای، یعنی از همون تاکتیک چانه‌زنی از بالا دارن استفاده میکنن. یعنی روی سخنشون با سرکردگان جمهوری اسلامی هستن، به جای اینکه با مردم سخن بگویند و از اونها بخوان که راهکاری را اجرا بکنن، با اون از اونها میخوان که رفراندوم برگزار بشه یا مجوز راهپیمایی داده بشه. بعد البته فکر میکنم تو بیانیه‌های هر دو نفر اینها مدام خطاب به مردم نوشته شده، جز بیانیه‌های روزهای اول که به قول شما مجوز میخواستم. من دو تا روزنامه دارم، دو تا یک سایت و یک روزنامه میخواستم اگر همکاران من لطف کنن نشون بدن. یکی سایت رجا نیوز هستش که و یکی هم سایت ایرنا که هر دوی اینها در دو تصویر روایتگر دو مطلب هستن که از همکارانم خواهش میکنم این دو تصویر رو نشون بدن. این سایت رجا نیوز هست که بحث عنوانش این است که پروژه عبور از موسوی و کروبی کلید خورد، و سایت دیگر سایت ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران هست که اون هم همین خبر رو با همین تیس و عکس منعکس کرده. سوال من از شما آقای حبیبی‌نیا اینه که چرا طیفی که حامی دولت هستن، یعنی رجا نیوز و خبرگزاری جمهوری اسلامی، و حالا شما که به عنوان یک چهره روزنامه‌نگار خارج از کشور تحلیلتون در یک سمته، این سوال رو چطور جواب میدید؟ اونها هم میگن پروژه عبور از موسوی و کروبی کلید خورده و این رو با خیلی خوشحالی بیان میکنن. بله، ببینید به حال رقابتی در درون جمهوری اسلامی برای حذف کامل، یعنی تا به حال رقابت‌های جناحی بود، از بعد از انتخابات اینها در واقع به این نتیجه رسیدن که باید اون جناح را دیگه حذف کامل بکنن، یه جوری که دیگه سر بلند نکنه. به حال من حتی این ترور علی موسوی رو هم پیامی به میر حسین موسوی میدونم که اگر که به حال ادامه این مسیر وجود داشته باشه امکان به حال اتفاقات دیگه ای هم وجود داره. بنابراین این بحثی است که در درون رژیم وجود داره. به حال اینها دوست دارن که اون جناح را هم سرکوب بکنن، اگر هم بتونن موسوی و کروبی رو زندان بندازن یا به حال اتفاقات دیگه ای که برای همه مردم میفته برای اونها هم بیفته. ولی به نظر من این بحث در واقع انحرافیه، یعنی ما این که بگیم که حالا مثلا فرض کنید کیهان این را میگه یا مثلا ایرنا این را میگه یا رجا نیوز این را میگه، دلیل این هستش که خب حالا ما باید بشستیم به موسوی و کروبی برای اینکه اونا زیر ذره هستن، نباید فشار بیاریم. به نظر من ما باید افق دیدمون رو خیلی وسیع‌تر ببریم جلوتر، بگیم که اون اهدافی رو که اولا نگاه بکنیم به تجربه‌ای که موسوی و کروبی در دورانی که در قدرت بودن چه اتفاقی افتاد، یعنی اینا دارن اصلا ادبیاتی که بازگشت به آرمان‌ها و عصر طلایی امام خمینی و این حرفا رو دارن حرف می‌زنن. یعنی اگه شما نگاه بکنید که خیلی خوب افق دید اینها در همین جاست و خواستار همین
چارچوب همین نظامی هستند که 30 سال بر مردم فشار آورد، 30 سال مصیبت و بدبختی و فلاکت و کشتار و قتل عام و دیکتاتوری مذهبی رو بر مردم به ارمغان آورد. افق دید اینها در همین حد محدود هست. بنابراین به نظر من بسیاری از مردم یا حتی بخش پیشرفته تر از مردم عبور کردن از اینکه در درون این رژیم امکان اینکه بتونن به حداقل خواسته، حداقل این که چیزی که میخوان، لباسی که میخوان بپوشن آزاد باشن، حداقل این که نصف شب وقتی میخوابن تو خونه کسی نیاد در بزنه و بریزن تو خونه و دستگیرش کنن به دلیل هیچ دلیل خاصی، فقط اینکه مظنونین رو دستگیر بکنید. حداقل هایی که میتونن به دست بیارن در درون این رژیم که به خوبی و به عینه داره نشون میده امکان پذیر نیست. بنابراین چه اصرار و لزومی هست که ما بگیم نه خیر، ما حتما باید از موسوی و کروبی حمایت بکنیم، به دلیل اینکه اینها چون بخشی از نظام هستن میتونن برای به اصطلاح اهداف آینده ما مفید باشن. چیزی که حالا در این یکی دو دقیقه من اجازه بدیم بهش اشاره بکنم، اجازه بدیم یکی دو بخش کوتاه دیگه داریم حتما برمیگردیم. من فقط اجازه بدیم یک دقیقه من فقط یه اشاره کوتاه بکنم. ببین در داخل کشور ما با یک انحصار رسانه‌ای روبرو هستیم. جناح غالب جمهوری اسلامی صدا و سیما و روزنامه ها و خبرگزاری و همه چیز رو داره و صدای جمهوری اسلامی ولی فقیه و همه اینها را انعکاس میده. در خارج از کشور ما با انحصار رسانه‌ای دیگه‌ای روبرو هستیم، یعنی به دلیل توان مالی و یا حالا لوجستیکی که اصلاح طلبان در خارج از کشور دارن مانع از صدای کسانی که مخالف هر دو جناح رژیم هستن میشن. یعنی شما اگر همه رسانه‌ها رو نگاه کنین، حتی رسانه‌های بین‌المللی نگاه بکنین، میرن سراغ اصلاح طلبان، حتی رسانه‌های دیگه، رسانه‌های فارسی هم شما اگه نگاه کنین غالب اینها صدای اصلاح طلبان رو به گوش مردم میرسن. برای من چه انتظاری دارین از بخش عمده مخاطب عام مردم که صدای دیگه ای رو نشنوه؟ یعنی اون اتفاقی که در سال 57 افتاد و ما صدای بغیر از خمینی و از طریق روحانیانی که پایگاهی داشتن به گوش مردم رسید و بقیه اپوزیسیون زیر فشار و سرکوب بود و نتونست صدای را به گوش مردم برسونه، همون اتفاق داره تکرار میشه. بنابراین من تصور میکنم بخش آگاهتر مردم این وظیفه بر عهده‌شون هستش که صداهای آلترناتیو رو به گوش مردم برسونن و مانع از تکرار تاریخ بشن، هرچند که تاریخ همیشه رو بر جلو هست. کمتر از دو دقیقه پایان برنامه مونده، من خواهش میکنم خانم علی‌نژاد یک دقیقه و 30 ثانیه هم وقت دارد ایشون اگر نکته نظری هستش بیان کنن. همین که تو این برنامه آقای حبیبینی بیشتر از من صحبت کرده نشون میده که چیزی که گفته بودن درست نیست. در واقع صدای آمریکا این تریبون رو بهشون و بقیه دوستانشون میده که تا دلشون بخواد همصدا با ایرنا، همصدا با کیهان و همصدا با دولت بحث عبور از کسانی رو مطرح بکنن که خودشون هم ادعای رهبری ندارن. من اتفاقا برعکس میخوام بگم که این نوع تواضعی که در رهبران وجود داره داره به ما آسیب میزنه. یعنی اصلا رهبری از ابتدا وجود نداشته که بخوان ازشون عبور بکنن و به این باید نقد کرد. آقای موسوی و آقای کروبی به کرات دارن اعلام میکنن که ما همراه هستیم، در حالی که باید مدیریت بکنن، باید رهبری بکنن و این یک خواست همگانیه که باید ازشون خواسته بشه که این تواضعی که به لحاظ اخلاقی شاید پسندیده باشه اما در علوم سیاسی جایگاهی نداره رو بذارن کنار. تو تمام جای دنیا احزاب و گروه‌های سیاسی توی معادلات و رقابت‌های انتخاباتی به وضوح میگن ما اومدیم و می‌خوایم برنده بشیم، ولی تو ایران یک سری تعارف‌های مرسومی هست که به لحاظ اخلاقی کاندیداها و افراد سیاسی خودشون رو مکلف میدونن بگن من علاقه‌ای برای حضور به انتخابات نداشتم، حالا چون اصرار کردن برای خدمت به مردم دارم میام. نه، اینجوری نیست. الان هم به گمان من فضایی که توی ایران به وجود اومده داره آقای موسوی و آقای کروبی رو مکلف میکنه. بله. خواست عمومی داره اونا رو مکلف میکنه، آقای کروبی و آقای موسوی رو، که اتفاقا بپذیرن این رهبری رو و برعکس این چیزی که دوستمون میگن که میخوان عبور بکنن، از اول رهبری نبودن اینا، که اینا فقط کاندیدای ریاست جمهوری بودن و الان هم خواست عمومی این هست که بیشتر نقش داشته باشن. مسیح علینژاد از تو متشکرم. آقای امید حبیبی‌نیا عزیز از شما هم سپاسگزارم. کمتر از 10 ثانیه مونده. بینندگان متشکرم که در این یک ساعت با ما بودید. تا فردا که منتظر نظرات شما هستیم.